طالبانند که در روزهای آتش بس همراه با پرچم سفیدشان وارد شهر فراه می شوند و با نیروهای امنیتی و شهروندان فراه آغوش می دهند و با هم عید مبارکی می کنند. برخی از طالبان با بصیر سالنگی والی فراه نیز در روز آتش بس دیدارهای داشتند. این آتش بس نیروهای امنیتی و طالبان مسلح با استقبال گرم باشنده های فراه روبرو می شود که هزاران شهروند فراه در جاده های عمومی شهر جشن می گیرند. باشنده های فراه خواهان طولانی شدن آتش بس و صلح بین طالبان مسلح و دولت افغانستانند. در این جشن آتش بس عالمان دینی نیز اشتراک کردند. عالمان دینی فراه نیز از این آتش بس به طور همه جانبه استقبال می کنند. آنان از هر دو طرف درگیر خواهان طولانی شدن آتش بسند و می گویند طالبان و دولت باید صلح کنند. طالبان و فرمانده محلی آنان میگویند طی 17 سال اخیر از روز گذشته به این سو بهترین لحظات زندگیشان را سپری میکنند. طالبان فراه میگویند از جنگ به گونه کامل خسته شدند و باید در عوض جنگ راه صلح و گفتگو انتخاب گردد. طالبان فراه تاکید میکنند که آنان بین خودشان مشوره ها را جهت طولانی شدن آتش بس تا عید قربان آغاز کردند. طالبان که سوی نیروهای امنیتی در آغوش گرفته می شوند از نیروهای امنیتی و مسئولین دولتی نیز می خواهند که در 3 روز عید به ولسوالی ها و روستاها بروند و طالبان مسلح نیز مانند نیروهای امنیتی از آنان مهمان نوازی خواهند کرد.